بله کوروش، بعد از خب ماها که یک مقدار تظاهرات های خیابانی در شهرهای مختلف کانادا فروکش کرده بود، امروز در مونترال کانادا در خیابان سن کاترین، جایی در شلوغترین خیابان این شهر، تجمعی برگزار شده. ایرانیان بسیار اینجا گرد هم اومدن، پلاکارت هایی در دست داشتن که در واقع میگفت که سپاه پاسداران یک نیروی تروریستی است. همینطور پلاکارت هایی و بروشورهایی مثل این رو بین مردم و کسانی که از اینجا گذر می‌کردن پخش می‌کردن و در مورد نقش سپاه پاسداران در ناامن شدن منطقه توضیح می‌دادن برای اونها. من در کنار خودم آقای بهروز علی بخشی رو دارم، کسی که برنامه رو ترتیب داده. آقای علی بخشی، ممنون که وقت خودتون رو به ما دادین. یک مقدار برامون بگین به چه انگیزه این تجمع رو برگزار کردین؟ بهرنگ عزیز، البته برنامه رو من برگزار نکردم، برنامه به همکاری گروه حلقه اتحاد جوانان ایران که متشکل از داوطلبانیه که دو ساله دارن زحمت میکشن و صدای انقلاب ایران رو در شهر مونترال هم بلند میکنن، این برنامه رو برگزار کردن و از مردم دعوت کردن که بیان و اعتراض کنن دوباره و از دولت مردان کانادایی بخواهن تا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بده. همینک هم شما مطلع هستید که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی با جنگ افروزی‌هاش و با ماجراجویی‌های نظامی امنیت و جان ایرانیان رو به خطر انداخته و این ناامنی رو در منطقه هم گسترش میده. علاوه بر اون ما اعتراض داریم بر تبعیض‌های جنسی که در داخل کشور نسبت به زنان اعمال میشه و جنگ جدیدی رو جمهوری اسلامی در داخل کشور با بانوان ما آغاز کرده. همه با هم متحد میشیم بر علیه آپارتاید جنسی و صدامون رو بلند میکنیم تا روزی که این رژیم سرکوبگر و این فرقه تبهکار سرنگون بشه. ممنون از شما آقای علی بخشی که وقت خودتون رو به ما دادین. کوروش، باید بگم که خب تجمع تا ساعتی دیگر هم ادامه خواهد داشت و در واقع مخالفین جمهوری اسلامی در شهری مثل مونترال خیلی ارتباط تنگاتنگی دارن با نمایندگان پارلمان و همینطور سندیکاهای مختلف که در شمارشون در مونترال هم کم نیست، ارتباط برقرار میکنن و وقایعی که داخل ایران داره اتفاق میفته رو به صورت مستند در اختیارشون میذارن. مخصوصا در این روزها تصاویر خشونت‌آمیز علیه زنان کم نیست، سعی میکنن که اینها رو از در واقع مدیاهای مختلف دریافت بکنن و این رو به نمایندگان پارلمان نشون بدن که چه خشونتی علیه زنان در ایران در حال گسترش است.